با چند تا خبر کوتاه شروع بکنیم، بعد بسته‌های تحلیلی رو هم خدمتتون ارائه میدم. چه بگو مگو درگیری لفظی جلوی ساختمان باشگاه پرسپولیس، هواداره این تیم با رضا درویش. یه ویدیو 15 20 ثانیه‌ای با هم دیگه ببینیم، جالبه. جواب اینا رو باید بدید. برای چی ندی؟ چه کاری به اونجا؟ بارسا تو نگرفتی، استقلال آورد اون رو. شما چی هستی؟ آقای درویش ما نیت نکردیم. الان چی؟ الان چی؟ شما چرا به هوادار احترام نمیذاری؟ شما ما داشتیم 10 تا مدیر عامل داشتیم اومده هوادار رو برده داخل. بله، اینم وضعیت هواداره پرسپولیس که هممون میدونیم وضعیت معیشتیشون به چه نحویه، اما قلبشون واسه این تیم میتپه. فرقم نمیکنه، یعنی استقلالی ها من یادمه پارسال سر حالا اتفاقات و ضعیف بودن تو نقل و انتقالات جلوی ساختمان باشگاه استقلال تجمع میکردن، حالا علی خطیر یادمونه دیگه، و این اتفاق الان برای پرسپولیس هم افتاده. در مورد پرسپولیس گفتیم، باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه رسمی به العربی قطر به این باشگاه هشدار داد در صورت تمایل برای جذب عبدالکریم حسن تا 24 ساعت آینده آخرین پیشنهاد رسمی خودشونو ارائه بدن، در غیر این صورت فروش مدافع قطری کلا منتفی میشه. العربی حدود یه هفته از مذاکرات خودش برای جذب عبدالکریم حسن رو متوقف کرده. امیر بازکاوت، بازیکن جوان ملوان بندر انزلی، ساعتی پیش متاسفانه تو دریا غرق شد و فوتبال انزلی رو با شوک بزرگی مواجه کرد. تسلیت میگم به فوتبال بندر انزلی، به گیلان، هواداره فوتبال کشورمون و خانواده بازکاوت عزیز، روشم قرین آرامش باشه. با تصمیم یحیی گل محمدی از جمع بازیکن‌های خارجی فولا، تنها موسا کولیبالی خواهد موند و لوسیانو پریرا، کریستوفر کنت، ابراهیم حسار، لوکاس کاندیدو، گادوین منشا تو لیست مازاد فولاد قرار گرفتن. مهدی طارمی به اینتر پیوست. به مهدی و هواداراش خوش آمد میگیم، اینو باشگاه اینتر میلان توییت کرده. علی نعمتی با عقد قراردادی 2 ساله به فولاد پیوست. مهدی طارمی در موزه افتخارات اینتر رو شما در تصویر میبینید، لحظه عقد قرارداد مهدی طارمی با اینتر. پیام فارسی مهدی طارمی به هواداره اینتر رو با هم دیگه ببینی. سلام به هواداره اینتر، من مهدی طارمی هستم، منتظرتون هستم توی استادیوم سانسیرو، با هم دستاوردهای زیادی خواهیم داشت. خوان کارلوس گاریدو طبق برنامه صبح امروز از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی همراه با دستیار خودش خاویر اولیوا به تهران برگشت. ادریس سیسی مربی بدنساز پرسپولیس هم سه‌شنبه وارد تهران شده. حالا تمرین امروز پرسپولیس هم برگزار شده، در موردش صحبت می‌کنیم. ساویو روبرتو به علت اتفاقات بازی با پرسپولیس به 3 جلسه محرومیت و پرداخت 100 میلیون تومان محکوم شد، که خیلی وقت هم بود دیگه، یعنی جریمه نکرده بودن، کم آورده بودن، حالا گفتن یه ساویو روبرتوی جریمه بکنیم و یه 100 میلیون بزنیم به جیبمون تا ببینیم دنیا چه خبره. تعدادی از هواداره پرسپولیس با حضور در مقابل ساختمان باشگاه نارضایتی خودشون بابت عملکرد مدیریت در نقل و انتقالات رو نشون دادن. در مورد علیرضا بیرانوند هم یه نکته بگم که از عقد قرارداد با تراکتور پشیمون شده. تو روزهای اخیر به صورت جدی به دنبال راضی کردن آقای زنوزی برای فسخ قرار داده. تنها مانع پرسپولیس شدن بیرو هم همین قرارداد با تراکتوره و در صورت فسخ این بازیکن به پرسپولیس برمیگرده. حالا قرارداد بیرانوند تراکتور هم بعد از فسخ قرارداد اون با پرسپولیس هم امضا شده، اینم یادتون باشه. تراکتور هم قبل از عقد قرارداد با بیرانوند استعلام لازم را از
نشیمان لیگ گرفته و بعد از اینکه اطمینان پیدا کرده بیرو بازیکن آزاده قراردادشو نهایی کرد، تنها راه پرسپولیس شدن بیرو همین راضی کردن آقای زنوزیه. الان گلر تراکتور حسین پورحمیدی دیگه، اونم گلر بدی نیست. قرارداد علیرضا علیزاده یه فصل دیگه با گلگهر تمدید شد. از باشگاه استقلال هم خبر میرسه که حمیدرضا رجبی و کیانوش رحمتی جزو دستیارای خوب جواد نکونام هم محسوب میشن. دو دستیار فصل گذشته نکونام که در فولاد هم کنار اون بودن قرارداد خودشونو تمدید کردن و موندنی شدن. بله دیگه، اینم که گذاشتم، مهدی لیموچی با امضای قراردادی به عضویت سپاهان در اومد. در مورد علی علیپوری مصاحبه‌ای کرده و گفته که در حال حاضر در مسافرتم، ولی تا دو سه روز آینده به ایران برمیگردم و تیم جدیدم رو انتخاب میکنم. در مورد اینکه احتمال حضورش تو استقلال بیشتره یا پرسپولیس هم گفته دوست ندارم تو این شرایط و قبل از انتخاب تیمم صحبت کنم. همین هفته همه چیز مشخص میشه. حالا در مورد علی علیپور من یه نکته بهتون بگم که یکی از اصلا پرونده‌های کشدار این تابستون داستان برگشت علی علیپور به پرسپولیس بود دیگه. علیپور یه نوبت با باشگاه مذاکره کرد اگه اشتباه نکنم، اما گویا رقم پیشنهادی به اون چشمگیر نبود و باعث شد با دلخوری بگه انتظار داشتم شأن من حفظ بشه. بعد از اون علیپور یه هفته فرصت خواست جواب نهایی رو بده. حالا اما برخی رسانه‌ها خبر میدن چیزی که علیپور رو وسوسه کرده اینه که یه فصل دیگه در پرتغال بازی کنه و اقامت این کشور رو بگیره. در هر صورت به علی علیپور توصیه میکنیم خوب فکرهاش رو بکنه، چرا که شاید بعدن دیگه فرصت بازگشتش فراهم نشه. اون در این زمینه میتونه از محمد نوری هم مشورت بگیره، بازیکنی که قبل از لیگ 14 به قطر رفت، بعد از فقط نیم فصل پشیمون شد و خواست برگرده اما دیگه نشد که نشد. در مورد رامین رضاییان و استقلال خیلیاتون سوال پرسیده بودین، بعد بهتون بگم ببینید پنجشنبه شب قرارداد یک ساله با استقلال امضا کرده کی؟ آقای رامین رضاییان، و طرفین اعتبار اون رو منوط به پرداخت 50% از مبلغ قرارداد تا فردا یعنی یک شنبه کردن. هلدینگ خلیج فارس هم قول داده بود امروز مبلغ 100 میلیارد تومان در اختیار باشگاه قرار بده که هنوز این اتفاق رخ نداده. تجمع اعتراضی هواداری پرسپولیس مقابل ساختمون این باشگاه که خیلی‌هاشون میگن چرا رامین و علی علیپور رو جذب نمی‌کنید. محمد عمری هم مصاحبه کرد، چون خیلیاتون نگران شده بودین بابت جدایش و رفتنش از پرسپولیس به تراکتور سپاهان استقلال هم که میخوانتش، این مصاحبه کرده با هم دیگه ببینیم. تو پرسپولیس میمونی امسال برمیگردی؟ سربازی تموم شده؟ چون گفتن از استقلال هم پیشنهاد داشتی. سربازم فعلا چیزی معلوم. یعنی تو ملوان هستی نیم فصل اول برمیگردی پرسپولیس؟ گفتن که استقلال بازم مذاکره ای داشتی دستیار آقای نکونام، صحت داره؟ نه نه پرسپولیس هم قرارداد داریم دیگه. تصمیم مونه تو پرسپولیس. ان شاء الله فرانت سرمیزی رو میکنه چی کرد. آقای تارتار هم جدا شد از ملوان. علی تبریک میگیم بهشون. رفتیم خوب گلگهر. مدرسه سلیمانی مهاجم فصل گذشته ملوان با عقد قراردادی به فولاد پیوست. آقای نبی مصاحبه‌ای کرد. آقای نبی که میدونید دیگه نایب رئیس اول فدراسیون فوتباله، گفته که اولین دستگاه تا 10-12 روز آینده وارد تهران میشه، دستگاه VAR. آوردن دستگاه اول پیش درآمدی برای 5 دستگاه دیگه است و فکر میکنم اون 5 دستگاه دیگه 45 روز بعد از 10 روز آینده طول بکشه تا وارد ایران بشه. علت این مسئله اینه که صدا و سیما باید شرایط دستگاه رو بررسی بکنه. این دستگاه باید تست بشه و اگه جواب داد و صدا سیما هم نظرش رو داد و امیدواریم ایرادی هم نگیرن، دو هفته اول لیگ استفاده از VAR رو خواهیم داشت. زمان آغاز برگزاری قرعه کشی و مراسم بهترین های لیگ هم مشخص شد. قرعه کشی لیگ برتر، حالا کدوم تیم ها در مقابل کدوم تیم ها قرار میگیرن، 2 مرداد. جشن برترین های لیگ 23 17 مرداد و شروع لیگ برتر هم گفتن 25 مرداد که بعید میدونم 25 برگزار بشه، لیگمون آغاز بشه در واقع. سعید دقیقی هم سرمربی فصل گذشته شمس‌آذر با انتشار پستی تو فضای مجازیش گفته که خدافظی اگرچه تلخ اما قابل تحمله. وقتی در امتداد خاطراتی باشه که از مرورش لذت میبری و به وجودش افتخار میکنی، خاطراتی از جنس کاشتن تو زمینی که هیچکس انتظار رویش در اون رو نداشت، اما به معجزه تلاش ظرف 3 سال روید و جوونه زد و میوه داد. سالی
که در اوج ناامیدی شروع کردیم و با کولباری از امید به پایان رسوندیم. و حالا من تو لحظه جدایی از این همراهی 3 ساله به خودم میبالم که شمس آذر رو با توشه امید و اندوخته آشتی با هوادارش به مردم قزوین میسپارم. خداحافظ شمس آذر. انصافاً عمل کرده سعید دقیقی، تیمی که تحویل گرفت تو لیگ آزادگان دیگه، اوورد بالا. چقدر درخشان بودن قزوینی‌ها تو لیگ برتر و فوق‌العاده بودن دیگه. یقه استقلال رو گرفتن، سپاهان رو که اصلا اونجا شکست دادن تو قزوین، حالا به پرسپولیس باختن، تراکتوری‌ها یادم اذیت کردن. زبیر نیک‌نفس دقایق پیش قرارداد خودش رو با استقلال به مدت 1 فصل تمدید کرد. آقای نبی در ادامه صحبتش در خصوص افزایش سهمیه بازیکن‌های خارجی تو لیگ گفته که تا الان 1200 میلیارد تومان برای بازسازی ورزشگاه آزادی اختصاص داده شده. سرمربی تیم امید با هماهنگی قلعه نوعی انتخاب میشه. اصلا خیلی ها میگن امیر قلعه نوعی تو انتخاب تیمای لیگ برتری هم واسه انتخاب سرمربیاشون نقش داره. رضا درویش مصاحبه کرد، حالا من مصاحبهش هر چقدر گشتم نبود ولی خودم میگم چه چیزایی رو گفته. گفته که شنیدم یکی از همین بازیکنا که از پرسپولیس به تیم دیگه ای رفته 68 میلیارد تومان قرارداد بسته. اگه اینطوریه که ما باید به بهترین بازیکنای خودمون 100 میلیارد تومان بدیم. این گونه که در حق بازیکنای ما اجحاف شده. قوای صنعتی بر قوای ورزشی پیروز شده و مدیرای بالادستی با هم توافق کردن که این اتفاق رخ بده. ما برای اینکه ثابت کنیم پای کاریم، صبح امروز هم نامه زدیم و گفتم بالاترین مبلغ رو برای انتقال اون پرداخت خواهیم کرد. روابط غیر فوتبالی و صنعتی این دستاورد رو برای اونا داشت. اولین درخواست کننده ما بودیم و بیشترین قیمت رو هم ما اعلام کرده بودیم. در مورد مهدی لیموچی داره میگه. میگه خبر دارم یکی از همین تیم‌ها قبل از اینکه بازیکن جدید بگیره، سقف بودجش پر شده بود. پس چطور قرارداد جدید می‌بنده؟ شما حتما میدونید بازیکن اگه قرار باشه بین پرسپولیس و تیم دیگه ای انتخاب بکنه، اگه اون تیم 10 تا 15 میلیارد بیشتر هم بده، بازم پرسپولیس رو انتخاب میکنه. اما الان بازیکن به تیم دیگه ای میره. پس چطور میخواد سقف بودجه رو رعایت کنن؟ ببینید فوتبال ما داره به کجا میره؟ ببینید اونقدری که مبلغ قراردادها رشد کرده، آیا فوتبال ما هم رشد کرده؟ آیا میتونید 5 بازیکن جدید نام ببرید که پدیده بودن؟ حالا در مورد این من صحبت میکنم. گفته که متاسفانه دلالی در تموم فوتبال ما ریشه دوونده. یه بانک اومده به ما کمک کرده و این فصل تموم مطالبات ما رو پرداخت کرده. تیمای دیگه قهرمان نشدن و نمیدونن پرداخت کردن آپشن قرارداد چقدر سخته. یه تنه و کنایه. ما نزدیک 150 میلیارد تومان آپشن قهرمانی 2 فصل اخیر رو پرداخت کردیم. فراهم کردن این پول واقعا سخته. یه بانک نزدیک به 300 میلیارد تومان به ما کمک کرده تا بدهی‌های خودمون و آپشن قراردادها رو بپردازیم. کسی این چیزها رو نمیبینه. نبیل باهویی از هفته 4 اومد و در 2 بازی دچار مصدومیت شد. از طرف دیگه وحدت هنانوف هم در تیم ملی کشورش مصدوم شد و کمتر بازی کرد. تو آیین نامه اومده اگه بازیکن خارجی سالم باشه و بازی نکنه از سهمیه خارجی کم میشه. اگه مصدوم باشه که نمیتونه بازی بکنه. گاهی انقدر ناچار بودیم وحدت هنانوف رو با مصدومیت روی نیمکت مینشوندیم. هواداره پرسپولیس بدونن چه بازیکن خارجی و چه داخلی بهترین نفراتشون رو جذب میکنیم و اسیر فضای مجازی و دلالی هم نخواهیم شد. چیزی که مشخصه اینه که رضا درویش اینو مطمئنم به دلال جماعت باج نمیده. حالا در کنار معایبی که داره این جزو مزیتاشه. باشگاه تراکتور تبریز هم با ارسال نامه رسمی خواستار جذب عارف حاجی ایدی هافبک دفاعی آلومینیوم عراق شد. خیلی هم بازیکن خوبیه. باشگاه آلومینیوم عراق خواستار جذب امیر شبانی مدافع فصل قبل شمس آذر قزوین شد. مهدی قائدی به اردوی تیم اتحاد کلبا در اسلوونی اضافه شد. 3 تیم خیبر خرم‌آباد، فولاد خوزستان و مصر رفسنجان هم به تیمداری در فوتبال زنان اضافه شدند. اولین جلسه تمرینی اینتر برای آغاز فصل جدید از دقایق پیش در کمپ تمرینی نراتزوری واقع در 35 کیلومتری شمال غربی میلان و در منطقه لومباردی ایتالیا آغاز شد که مطابق انتظار طارمی امراهی محل تمرین شد. سعید دقیقی رسما به عنوان سرمربی ملوان انتخاب شد. اینم واکنش صالح هردانی به اتفاقات نقل و انتقالاتی پیرامون اونه که گفته هواداره عزیز و فهیم استقلال، از روز اول اولویت من حضور در تیم استقلال بود. تا به امروزم به احترام شما صبر کردم و اهل بازارگرمی نبودم. دوست داشتم با شما ادامه بدم ولی در طرف مقابل تلاشی ندیدم. واقعا تعجب میکنم از این همه خبر کذب و دروغ که باعث میشه من رو جلوی شما قرار بدن. بنده مشکلی بابت تمدید قرارداد نداشتم. از فعل گذشته داره استفاده میکنه. فقط تنها صحبتم مثل بقیه بازیکن‌ها دریافت مطالباتم بود. حرفاش بوی جا
جدایی میده. ولی ببینید که گفتم ساله میمونه تو استقلال، رامین رضاییان هم به استقلال نمیره. حالا این نظر منه. مهدی محمد نبی هم چنین گفته که در این خصوص، حالا در خصوص ساخت استادیوم جدید تو ورزشگاه آزادی، گفته که شرکت توسعه و تجهیز باید نظر بده. اما تا اونجا که من اطلاع دارم قراردادی با شرکت چینی بسته شده و اینکه به کجا رسیده از اون اطلاع ندارم. تو ورزشگاه آزادی هم کلنگ یه ورزشگاه 40,000 نفری هم خورده که آلترناتیو ورزشگاه آزادی خواهد بود. مهدی طارمی در تمرین اینتر میلان رو شما در تصویر می‌بینید. اینم هوادار هلندی ایرانی در تمرین پرسپولیس. ما داریم که از هلند کسی ویدیوی ما رو نگاه بکنه، اگه هستیم بنویسید. اینم شروع تمرینات پرسپولیس برای فصل جدید کیان کنعانی، عیسی آل کثیر، حالا ابوالفضل بابایی، مهدی عبدی، مرتضی پورعلی گنجی، وحید امیری، فرشاد فرج، یاسین سلمانی، محمد مهدی احمدی پشتشو، حالا کسایی هن که امروز در تمرین پرسپولیس حضور داشتن. باشگاه پرسپولیس هم برای عبدالکریم حسن، مدافع قطری خودش، بلیط تهیه کرده و این بازیکن امشب به ایران برمیگرده. در مورد پرسپولیس صحبت کردیم، در مورد استقلالی هم بگیم که به گزارش رسانه رسمی باشگاه استقلال، تو روزهای اخیر شایعات و اخبار نادرست زیادی در خصوص برخی از بازیکن‌های حاضر در لیست تمدید تیم فوتبال استقلال مطرح شده. یکی از این اسامی صالح هردانی، مدافع هافبک تیم فوتبال استقلاله. صالح هردانی از اولین بازیکنایی بود که با اون برای تمدید قرارداد مذاکرات انجام شد و باشگاه استقلال رقم قابل توجهی با افزایش بیش از 100% نسبت به قرارداد فصل پیش رو به ایشون برای تمدید پیشنهاد دادیم و قرار شد دقایقی قبل از امضای قرارداد جدید کلیه مطالبات نامبرده به حساب ایشون واریز و متعاقباً قرارداد امضا بشه، که متأسفانه نهایتاً هردانی پیشنهاد استقلال رو نپذیرفت. جدا میشه ساله. حالا در صورتی که ساله هردانی با رقم پیشنهادی باشگاه استقلال موافقه، باشگاه استقلال آماده پرداخت کلیه مطالبات نامبرده همزمان با انعقاد قرارداد در سریع‌ترین زمان ممکنه. پوستر شمس‌آذر برای قدردانی از سعید دقیقی رو شما در تصویر می‌بینید. با علم باشگاه پرسپولیس اولین تمرین این تیم برای فصل پیش رو با 26 بازیکن برگزار شد. یه نکته هم در مورد استقلالی‌ها بگم. ببینید، استخدام پرمسئله و جنجالی گلر بوسنیایی در حالی اتفاق افتاده که استقلال تو 5 سال اخیر 4 دروازه‌بان جذب کرده که البته هیچ کدوم در این تیم موفق نبودند و به نیمکت نشین محض حسینی تبدیل شدند. از لیگ 19 بود که با جدایی مهدی رحمتی از جمع آبی پوشان، حسین پورحمیدی از استقلال خوزستان به شاگردای استراماچونی اضافه شد. یه سال بعد و با جدایی پورحمیدی، رشید مظاهری با سر و صدای زیادی به جمع آبی پوشان اضافه شد و اونم بعد از یک فصل از استقلال جدا شد تا علیرضا رضایی جوان راهی این تیم بشه. رضایی تا پایان لیگ 22 در استقلال موند و نهایتاً جدا شد. بعد از رضایی هم محمد رضا خالدآبادی به استقلال پیوست و همانند گلرهای قبلی به نیمکت نشین حسینی تبدیل شد. حالا هم انگار قراره پنجمین دروازه‌بان جدید آبیا تو 5 سال اخیر از بوسنی راهی ایران بشه. خب اگه قرار به نیمکت نشینیه، چرا این همه خرج میکنید؟ مگه همون خالدآبادی به این کار نمیاد؟ که حالا صلاح شاید پسر مسئول هلدینگ خلیج فارس این بوده، نمیدونیم. در شرایطی که باشگاه سپاهان تاکید داره هنوز یه فصل دیگه از قرارداد رامین رضاییان باقی مونده، این بازیکن به شدت اصرار داره جدا بشه. اونچه با توجه به شرایط خوب اون تو سپاهان کمی عجیب به نظر میرسه. طبیعتاً تحلیل این ماجرا در توان ما نیست، اما دیروز یکی از رسانه‌های ورزشی مدعی شده بود جو رخیان سپاهان علیه رضاییانه و همین مسئله اونو به جدایی ترغیب میکنه. این ماجرا از اونجا باورپذیره که رامین در پرسپولیس هم شرایط مشابهی داشت. بعد از جدایی اول اون از پرسپولیس، فرشاد احمدزاده تو اظهار نظری عجیب این بازیکن رو وسیله ناجور خوند و دومین جدایی اونم که اصلا با درخواست خود بازیکن‌ها و بعد از اظهارات رضاییان در مورد سطح فنی هم بازیاش تو لیگ 21 رخ داد. آیا دوباره همون داستان برای رضاییان تکرار شده؟ آیا با رفتنش به استقلال حاشیه در استقلال بیشتر نمیشه؟ با منتظر باشیم. خبر اینه که خسرو ایدری سرمربی امیدهای استقلال شده و تو این تیم جای آرش برهانی رو گرفته. جالب اینجاست که خود برهانی تازه روز 30 اردیبهشت امسال سرمربی امیدها شده بود و حتی اون زمان بعضیا تعریف و تمجیدهای اون از جواد نکونام رو بی ارتباط با این پست نمیدونستن. به هر تقدیر حالا خسرو ایدری مسئولیت رو پذیرفته و روشن نیست تا چه زمانی دووم میاره. آخرین سابقه کاری حیدری به عنوان مربی به حضور بسیار پرحاشیه اون در تیم خوشه طلایی ساوه مربوط میشه، زمانی که رنگ پیراهن این تیم رو از قرمز به آبی تغییر داد و حتی
حتی در لوگوی باشگاه هم دست برد. حالا اما خوشبختانه پیراهن امیدهای استقلال به خودی خودش آبیه و نیازی نیست خسرو برای اثبات تعصبش دست به چیزی بزنه. همین حسین صادقی هم یه مصاحبه‌ای کرد و گفت که من موافق حضور رضاییان تو استقلال نیستم. اون هنوز به پختگی لازم نرسیده. به قول امیرخان پیراهن استقلال قداست داره. پرسپولیس 300 سخنگو داره اما خود امیر حسین صادقی هم نمیدونم. از لحاظ حاشیه‌های پیش رو فکر نکنم رضاییان به پختگی لازم برای مهار حاشیه‌ها رسیده باشه و گفته هواداری استقلال حق دارن از نکونام قهرمانی بخوان. نقش اول این روزای لیگ برتر پدیدایین که تکلیف یکی از اونا مشخص شده و اون یکی هم احتمالاً سرنوشتی مشابه نفر اول خواهد داشت. صحبت از مهدی لیموچی و جواد آقایی پوره. اولی گفته بود از کودکی رویای پوشیدن پیراهن پرسپولیس رو در سر داشته و سر از سپاهان درآورد. اون یکی هم به نزدیکی توافق با استقلال رسید اما ناگهان ورق برگشت و احتمالاً منتظر قضیه قرارداد ناتمومش با باشگاه روسی رفع و رجوع بشه تا رسماً به تمرینات سپاهان اضافه بشه. این بازیکن‌ها عذر تقصیر ندارن که با یه فصل درخشش در لیگ برتر ایران اینطوری براشون سر و دست میشکنن و مدیر برنامه‌هاشون قیمت رو بالا میبرن. برای رفع ایراد باید درباره طرز تفکری حرف زد که این بازیکن‌ها رو در 24 سالگی به عنوان پدیده معرفی میکنه. اونم در دور و زمانی که نوجوان 16 ساله تو بالاترین سطح فوتبال اروپا میدرخشه و کشورش رو به فینال یورو میرسونه. لیموچی تو سه فصل اخیر 49 بازی انجام داده و 7 گل فقط به ثمر رسونده. یه آمار نه چندان قابل دفاع برای وینگری که صحبت از دستمزد نجومی برای سپاهانی شدنش مطرح شده. از اون طرفم جواد آقایی پور 51 بازی به عنوان مهاجم نوک بازی کرده و 23 گل به ثمر رسونده. یه دستاورد به نسبت خوب و البته ارزش اون پایین میاد زمانی که بدونیم آقایی پور 2 فصل از این 3 سال رو در لیگ دست اول سپری کرده. این گونه فوتبال ایران که زمانی منبع معرفی استعداد بود تبدیل به برهوتی از ستاره‌های جدید شده و بی‌دلیل هم نیست. میانگین سنی تیم ملیمون هم به عدد ترسناک 30 سال نزدیک شده. آیا فکری برای جانشینی نسل فعلی شده یا مدیرای باشگاه‌ها فقط منتظر یه فصل جرقه زدن بازیکنی گمنامند تا برای عقد قرارداد چند ده میلیاردی با اون از همدیگه سبقت بگیرن؟ اینم واکنش آقای پاشازاده، مهدی پاشازاده، کاپیتان سابق استقلال درباره سرپرست شدنش تو این تیم که گفته مگه من سرپرست شدم که در این باره حرفی بزنم. اسم رو میندازن وسط و روش مانور میدن و گفته که نباید با شأن و شخصیت من بازی میشد. هر خدمتی به استقلال کنم کمه. نظراتتونم بنویسید در مورد نقل و انتقالات. چرا انقدر بازیکنو کلاس میذارن؟ نظراتتون به نظرم جالب میشه و تو ویدیوی بعدی نه بدترش میخونم. تو همین ویدیو زودم سری فقط کامنت بذارید که من همین جدیدا رو میخونم. دمتون گرم فعلا.